به نام خدا. این قسمت از برنامه سینمای کات در خدمت آقای ارسلان امیری هستیم، سازنده فیلم سینمای زالاوا که ساعتی قبل در برج میلاد پخش شد و نشست پرسش و پاسخش هم به پایان رسید. سلام آقای امیری عزیز. سلام، وقتتون بخیر. ممنونم. واکنش ها تا این لحظه نسبت به فیلمتون چی بود آقای امیری؟ واکنش ها تا این لحظه از طرف مردم و منتقدان خوب بوده. حالا اینکه باید منتظر بشیم ببینیم که تعداد بیشتری در از مخاطبان فیلم رو ببینن و تعداد بیشتری از منتقدان امروز واکنشاشون رو در واقع در سالن رسانه ببینیم که چی بوده. هنوز در واقع فیدبک های اونها رو بازخورد رو ندیدم که چی هستش. در خدمت شما. استرس داشتید امروز؟ نه متاسفانه. به دلیل اینکه فکر میکنم تجربه این اولین نمایش های فیلم در نشست و در نشست رسانه رو همراه با آیدا پناهنده داشتم و دیگه یه مقداری برای اینکه استرس داشته باشم یه مقدار پیرم. راجع به این فیلم گفته میشه جز معدود فیلم های ژانر محور سینما ایرانه. به قواعد ژانر آیا شما پایبند بودید یا نه؟ ببینید این فیلم در واقع فیلم بین ژانری و سینمای هیبریدی یا هایبریدی هست و نمیتونیم در واقع بگیم که مستقیما یک ژانر خاصی از سینما و فیلم رو در این فیلم داریم. ژانر وحشت نیست به نظر شما؟ چرا، ژانر وحشت هست، یعنی تلفیقی از ژانر وحشت، معمایی جنایی و میشه گفت که به نوعی فیلم دلهره‌آور هست و در واقع تلفیق این ژانرها نوعی سینمای هیبریدی یا بین ژانری رو در این فیلم حالا میبینیم ما در زالاوا. ریسک نبود برای اولین فیلم بلند سینماییتون؟ ببینید من همین ریسک رو دوست داشتم، یعنی همین برای من چالش برانگیز بود. اساساً اگر چالش برانگیز نبود شاید هیچ وقت این فیلم رو نمی ساختم. خیلی از این که یک روند تکراری داشته باشه کارهام منو خوشحال نمی کنه، از این که کارهایی که می کنم خیلی تکراری باشه یا از قبل جواب پس داده شده باشه و درش چالش و یک هوای تازه ای نباشه. فیلم نامه رو با همسر محترمتون و شخص دیگری، خانم بهرام، بله تحمین بهرام، این مرحله تکمیل فیلم نامه رو میگید. ایده چگونه شکل گرفت و چگونه نوشتید؟ ببینید اینکه ایده دقیقاً چگونه شکل گرفت ممکنه خیلی مسائل یا موضوعات یا موقعیت‌هایی بوده که من این ایده در ذهن من شکل گرفته، ولی به طور مشخص جایی آشکار شد این تم و موضوع که در واقع پدرم یه داستانی رو تعریف می‌کرد از یکی از اجداد ما که یک جنی رو تسخیر می‌کرده به نام بابا زاله و این جنه بهش خدمت میکرده. اینجا بود که نوع روایت پدرم در خیلی باورپذیر اون رو تعریف میکرد، باعث شد که من فکر کنم خب میشه یک موضوع شبه فانتزی و خیالی رو در قالب یک فیلم رئالیستی و باورپذیر، یک فیلم در واقع ژانری و باورپذیر میشه در واقع ساخت و این بود که تصمیم گرفتم روی این مضمون. پدرتون وقتی کودک بودین تعریف میکردی؟ نه نه، همین شاید حدوداً 7 سال پیش، سال 1392 پدر من یک ماجرایی رو تعریف کرد از ماجرای اجدام به اسم بابا زال. من این ماجرا رو بارها شنیده بودم ولی در سال 92 این دوباره شنیدن یک حال جدیدی داشت، انگار که چون من دنبال یه موضوعی میگشتم برای فیلم، این بار که تعریف کرد این رو من رو در واقع اصطلاحا میگه جرقه زد در ذهن من و گرفت منو و تصمیم گرفتم این موضوع و کانسپت رو تبدیل به یه فیلم سینمایی کنم. آیا فیلم خودتون رو یک فیلم انتقادی میدونید نسبت به ذهنیات بخشی از مردم؟ نه مردم، در واقع فیلم اساساً راجع به افراط، تعصب و خرافه هست و اینکه چشم و گوش بسته دنبال روی یک باوری رو بکنیم که اون باوره هیچ منطق استدلالی نداره و ممکن و آسیب ایجاد میکنه و موجب درام میشه. ولی خب یک بگونه فیلم ساختید که وقتی از سالن اومدن منتقدین بیرون فضا کمی مبهم بود راجع به خود فیلم، که آیا کارگردان واقعا خودش میخواد بگه هست و اون آدمی که آخرها خودشو میزد و عصبانیتش انگار واقعی بود، انگار کلاهبردار نبود واقعا. یعنی ما هی داشتیم نگاه میکردیم که این کلاهبردار نیست و هنوز این سوال هست که اون آدم واقعا کلاهبردار بود یا نه، آدم چشم و گوش بسته‌ای بود یا آدمی بودش که واقعا فکر میکرد کارش درسته. این واکنشیه که معمولا ما آدم‌ها در مورد موضوعات عجیب و در واقع غیر عادی داریم
که گاهی بعضی از این موضوعات شبه متافیزیکی باور ناپذیر و در واقع یک حالت خیالی چنان ما رو در واقع تحت تأثیر قرار میده که نمیتونیم بفهمیم که واقعاً به صورت منطقی آیا این ماجرا واقعی هست یا نه و آیا وجود داره یا نه. این مسئله یک جور نمیدانمه که همه آدم‌ها در این موقعیت قرار گرفتن که یک مسئله عجیبی دیدن که منشأش رو نتونستن پیدا بکنن و بفهمن که واقعاً درست بود یا نبود. این عدم توانایی ما آدم‌ها در پیدا کردن منشأ بعضی از چیزهای عجیب و غریب، من دوست داشتم که توی این فیلم باشه. به خود شخصیت‌ها هم می‌ترسن. اون دکتر میگه اگه 1% باشه چی؟ بله. اون خود اون شخصیت اصلی آقای پورفرج میگه اگه 1% خونه اون دختره باشه چی؟ و گویا خود شما هم کاملا آگاهانه نخواستید تکلیف همه چی رو مشخص کنید و مخاطب هر لحظه اون دستی که یهو از پشت میاد میگه نکنه اون جن است. انگار خودتون هم دارید بازی میکنید یکم با مخاطب. من بازی نمیکنم. به صورت واقعی همه چیز مشخص نیست. واقعا ما انسان ها چقدر توانا هستیم در این که بفهمیم و چقدر توانا هستیم که همه چیز رو بدونیم. واقعا خیلی چیزها مشخص نیست و مطمئن ترین آدم ها هم باید 1% احتمال بدن که همه چیز مشخص نیست. خیلی وقتتون رو نمیگیریم. به عنوان آخرین سوال، یعنی شما راجع به موضوع فیلم ساختید که خودتون 100% تکلیفتون باهاش مشخص نبود؟ من راجع به خودم در واقع خیلی نمیتونم حرف بزنم، چون تا جایی که شده ترجیح دادم که خودم رو از فیلمنامه بیارم بیرون و شخصیت ها و داستان تصمیم بگیرن که چه اتفاقی بیفته و در واقع اون چیزی که در داستان احساس میشه، در واقع آن چیزی که در داستان و در فیلم احساس میشه اتفاقیه که خود فیلمنامه و فیلم به وجود آورده. زالاوا خودش واجد یک هویتی شده، مردمان زالاوا که دارن برای سرنوشت خودشون تصمیم میگیرن. این رأی و نظر من نیست که در فیلم هست، داستان و فیلمنامه است که داره در واقع یک تصمیمی برای سرنوشت شخصیت ها میگیره. ولی این گونه به نظر میرسه که اگر خود شما به عنوان یک شهروند در داخل این فیلم حضور داشتید، کنار شخصیت پلیس وای میستادید، کنار نوید پورفرج، اگر من در این فیلم بودم لزوما همه رفتارهای استوار با بازی خیلی خوب نوید پورفرج رو تایید نمی کردم و تمام رفتارهای آمردان با بازی خوب پوریا رحیمی سام رو به هیچ وجه همه رو تایید نمی کردم و تمام در واقع کنش و واکنش ملیحه رو هم که در این داستان نقش مهمی داره رو هم رد نمی کردم و تایید نمی کردم. لزوماً خیلی چیزها رو ما نمی دونیم. فیلم بعدی قصد دارید بسازی؟ تجربه شیرینی بود فیلم سازی؟ بله، فیلم سازی خیلی تجربه لذت بخشیه، مخصوصاً که بازخورد خوبی از مخاطبا گرفتم و حتماً فیلم بعدی ما خیلی زود شروع میکنم. مرسی از شما، زنده باشین. قربان شما، خوش باشید.